لیلا خانم، چی شده؟ با شما کار داره. کیه؟ نمیدونم. الو لیلا خانم، شما کی هستی؟ کرم نگرانتون بود، گفت که زنگ بزنم حالتونو بپرسم، به خاطر همین زنگ زدم بهتون. چی دارین میگین؟ شما کی هستی؟ معذرت میخوام، نمیتونم بیشتر از این حرف بزنم. بچه ترسیده بود، خواست که بدون حالتون خوبه یا نه، به خاطر همین زنگ زدم. شما حالتون خوبه؟ میخوام با پسرم حرف بزنم، اگه پیشتون گوشه بدین. الان پیشم نیست، اما نگران نباشین، پسرتون خوبه. راستی این بچه راجع به داییش و زن داییش حرف میزنه، میگه زن داییمو دیدم، میگه به خاطر همینه که داییم نجاتم نداد. شما چی دارین میگین؟ میخوام با پسرم حرف بزنم، تلفنو بهش بدین. پسرت حالش خوبه، گفتم که نگران نباشی، اما حواست به اون داییه باشه. الو الو، کی بود خانمم؟ چی گفت؟ یه مردی بود، کرم نگرانم بوده. من میرم بیرون الماس. خانم جون، بعد شما حداقل 10 بار به محمد زنگ زدم، دوستش جواب نمیده، فقط با جمیله خانم حرف زده. دقیقا چی گفته بهشون؟ کجا تصادف کرد؟ نمیدونم، نگفته. جمیله خانم به ذهنش نرسیده که بپرسه، عجله داشتن به اتوبوس برسن. با ازلم خانم صحبت کردین؟ وای به ذهنم نرسید، راست میگین، اصلا به ذهنم نرسید. حتما اون خبر داره. باشه من زنگ میزنم. خودم زنگ میزنم. چند روز بود همش کنار هم بودن، حتما الان اونم پیششه. جواب نمیده. ای وا. ببینه زنگ میزنه. چی کار کنیم؟ از بیمارستانا بپرسیم؟ از کدوم یکی بپرسیم آخه؟ لااقل کاش میدونستیم کجا تصادف کرده. حتما یه جایی تو استانبول تصادف کرده. کجا میخواد باشه آخه؟ البته اگه دوباره نرفته باشه تو دشت و بیابون. سلام خانم. اورژانس درسته؟ ما دنبال محمد کاترانجی میگردیم. میشه ببینید؟ ببینم اون بچه کم مرده بود؟ چی شد؟ هویتش شناسایی شده؟ معلومه که سابقه نداره، کسی هم دنبال جنازه نیومد، هیچ کس رو نداره انگار. پس بی کس بوده. معلوم نیست چجوری درگیر این ماجرا شده. هر روز 1000 تا از این بچه ها میبینیم، تو هم دیگه ناراحت نباش، بالاخره آخر عاقبت کاری که انجام داده. حق با توه، درست میگی. راستی خونه ای که تو روستا بود چی شد؟ تونستین صاحبش رو پیدا کنین؟ پیداش که کردن، اما نگو که مرده، خواهش میکنم. نه نه مرده، اما دیوونه است. یعنی چی؟ البته اگه طور دیگه ای بود تعجب میکردم، دیگه عاقل پیدا نمیشه. کی هست؟ چی کاره هست؟ یه پیرزن توی باکرکوی، سالها تو بیمارستان بستری بوده. تحقیق کردیم، هیچ فک و فامیلی هم نداره، فقط یه برادر داشته که بعد مرگ اون بی کس و کار شده. خونش هم از موقعی که رفته بیمارستان خالی بوده، چند سالی بوده که همونجوری ولش کرده. پس این آدم از همه چی خبر داشته؟ یعنی چی؟ یعنی حتما زنه رو میشناختن، حداقل یکیشون میشناخته، اگر نه کجا میخواستن بدونن خونه خالیه؟ شاید یکی از روستا میدونسته که خونه خالیه، حتما نباید که نسبتی داشته باشن. آره درسته، اما باید همه احتمالا رو در نظر گرفت. اجازه بده که برم با زنه حرف بزنم، باشه؟ بچه ها سعی کردن باش حرف بزنن اما نشده. یه ساعته دارم میگم دیوونه است، اما تو میخوای بری باش صحبت کنی؟ اسماعیل با ترگو تزلو اشتباه گرفته، گفته آقای رئیس جمهور خوش اومدی. البته اسماعیل شبیهشه، زیادم دیوونه نیست. پس شاید به من یه چیزی گفت. باش، هر جور سلام میدونی. خب ما بریم، اگه چیزی پیدا کردم بهت خبر میدم. باشه، خدا بهت. کجا بودی اما هستم؟
چرا اینجا رو خالی گذاشتی؟ ماشینو بردم یکم خرید کردم. واسه بچه‌م بیسکویت خریدم. حالا اینا رو ول کن. تا دیر وقت کجا بودی ها؟ والا تا صبح خوابم نبرد از نگرانی بابا. کار داشتم. فالکو تو باز داری یه کارایی میکنی، اما انشالله که واسه همون مشکلی درست نکنی. اینا چی میخواد بشه؟ چه خبر از اون بکری بیشرف؟ هنوز اون عوضی پیدا نکردی؟ بکری؟ کسی هنوز چیزی نگفته، نه کسی دیده نه خبر دارن. انگار بیشرف آب شده رفته تو زمین. من تا حالا همچه آدمی رو تو زندگیم ندیدم به خودم. یعنی هر کسافتکاری که بگی سرش آوردم، حقش هم بوده. میدونی چی میگم؟ میخواست منو همینجا میکشت. خدا ازت راضی باشم. و اصلا عجب آدم بزرگی هستی. اگه کسی میگفت یه روز من مدیون این مرده میشم از خنده میمردم. خب تو به اون پول دادی، البته که نمیگه، این که نشد خوبی. مگه میشه دختر؟ یک قرونم نخواست ازم، خودم دادم. حلالش باشه به خدا. تو قصه پولی که دورعلی پدرسگ ازم گرفت و بخور، میدونی؟ حتی اونم واسه مهم نیست. صبح رفت پاسپورت هم بگیره بیاد، سریع پرواز میکنیم و از اینجا میریم. این مرده کی میاد؟ گفته چند ساعت دیگه میاد. چطور مگه؟ گشنمه، تو یخچال هیچی نداری؟ عزیزم یکم صبر کن، آخرین روزه که گشنگی میکشیم. ببین چه زندگی واسه بسازم. بذار اینجا بریم بیرون، حالا سر دو لقمه غذا گیر میافتیم، سر هیچی. میدونی چه میگم؟ ولی من میرم و میام، نمیتونم تحمل کنم، دارم از گشنگی میمیرم. ای جون دلم، باشو باشو باشو. خاله جون اتوبوس گیر آوردیم؟ گیر آوردیم پسرم، گیر آوردیم. آره به استانبول که برسم بهت زنگ میزنم. لازم نیست تا استانبول بیای خاله جون. نزدیکای ساپانجا تصادف شده، همونجا پیاده شین، من تو ترمینال منتظرتو میمونم. باشه؟ باشه پسرم، خدا خیرت بده. ببین پسرم، تو به من راست گفتی دیگه. آره حال محمد خیلی بد نیست. نه خاله، باور کن حالش خوبه، نگران نباش. اصلا لازم نیست نگران باشی. باش، همین که بیای با چشمای خودت ببینیش خیالت راحت میشه. باش باش، من برم. خواهش میکنم. آه راستی خاله، با کدوم شرکت اتوبوسی میای؟ باشه باشه خاله، محمد پیش من امانته. چی شده؟ بازاری چی کار میکنی تو؟ وقتش برسه برای تعریف میکنم. پول داری امو؟ آره دارم. تو کجا میری؟ کار دارم، شب بر نمیگردم، شاید یکی دو روز نیام. فالکو پسرم، کار اشتباهی نکن دوباره، به حد کافی اوزامون خراب هست. تو نگران نباش امو حسن، بچه رو میسپارم به تو. این پسر منو دیوونه میکنه. لیلا خانم خوش اومدید. داداشم تو اتاقه. آقا مراد الان سر جلسه هست. زود صداش کن بیاد. آخه میگم صداش کن. خیلی تأخیر داشتیم آقا مراد. متوجه شرایطتون هستم، اما میدونید که ما هم دو ساله داریم روی این پروژه سرمایه گذاری میکنیم و منتظر نتیجه. آقای قدرت بگین این همه عجول نباشه. یادتون رفته طرفتون شرکت شرمانه؟ خودتونم خوب میدونین که ساختمون مشکل داره. لیلا خانم اومدن. به همین راحتی نیست. تو جلسه‌ام. به خاطر احترامی که براتون قائلم. اما گفتن کار خیلی مهمی دارن. میخوان زود ببیننتون. باور کنین شرایط اومدنم نداشتم. شما ادامه بدین. بله لیلا، چی شده؟ باید حرف بزنیم. باشه بزنیم. میخوام راستشو بدونم، چرا کرمو نجات ندادی؟ چرا منو انتخاب کردی؟ وقتی میتونستی پسرمو نجات بدی چرا منو انتخاب کردی؟ بیا ببینم پسرم،
بذار این دستتم باز کنم. حرف زدی؟ حالش خوب بود؟ نه، زنگ زدم حرفم زدم، حالش هم خوب بود. داییتم گفتم. بهش گفتی؟ چی گفت؟ هرچی که تو گفته بودی رو بهش گفتم. گفتم که یه چیزایی هست، گفتم این بچه یه مشکلی با داییش داره، آخرشم گفتم حواست به اون باشه. ممنونم. خیلی خوب، بودو یه چیزی بخور. من یه چند تا کار دارم رفتنی، مجبورم دهن تو ببندم پسرم. امیدوارم که منو ببخشی. عیبی نداره، عادت کردم. این چه سالیه؟ چند بار باید به توضیح داد؟ میخوام بدونم چرا به پلیسا دروغ گفتی؟ چرا نمیخوای کرم پیدا بشه؟ چرا نخوام که کرم پیدا بشه؟ حواست هست داری به من چی میگی؟ دیگه هیچی بهت نمیگم، اما رفتارت عجیبه. گیجم کردی، اون مرد بهت زنگ زد، تو هم پنهونش کردی و به هم دروغ گفتی. دروغ گفتم؟ آره، چون تهدید کرد که کرمو میکشه. باشه، قبول. سر دفنه چه بلایی آوردی؟ یعنی چی؟ چی کار کرده مگه؟ منم دارم همین رو ازت میپرسم. صبح یکی به هم زنگ زد، کرم نگرانم بوده، هر جور شده مجبورشون کرده زنگ بزنن. کرم یه چیزی راجب زندائیش گفته. مرده به هم گفت حواست به داییش باشه. یعنی چی این حرفا؟ به هم جواب بده داداش، جواب بده. کرم چرا باید این حرفو بزنه؟ از زندگیش که خبر نداشتون چیزی نمیدونست. از کجا میدونی که این حرفا رو از کجا در آوردن؟ از کجا میدونی کرم اینا رو گفته؟ انگار یادت رفته پسر تو همین آدم ها دزدیدن. معلومه که با اسم کرم دارن ما رو بازی میدن. اینا رو نمیفهمی؟ چه دلیلی دیگه ای میتونی داشته باشه؟ من تو جلسم؟ تو منو تا اینجا میکشونی؟ به حرف چند تا آدم دوزاری اعتماد میکنی و منو مقصر میدونی؟ من وقتی واسه اینجور چیزا ندارم، تو هم نباید داشته باشی. لیلا، تو سردرگمی، هر حرفی رو باور میکنی، داری دیوونه میشی. باید بری دکتر یکم آروم شی. لطفا لیلا، لیلا، خوبی تو رو میخوام، میخوام کمکت کنم. بابا بابا، اینجوری ادامه بدی دو ماه دیگه میشم خرس گنده. چون تو دوست داری سوجوک هم خریدم، گرونش هم خریدم. خوب کاری کردی عزیزم، دستا درد نکنه خانم پرستار. آخه چونم چی شده؟ خوشمزه شده. خیلی خوشمزه شده دمت گرم، دمت گرم. مگه من ازت نخواسته؟ این چیه قدیر؟
دفتر خاطرات کرم نیست؟ گم شده بود اینجا چی کار میکنه؟ من چه میدونم؟ من گذاشتم اونجا. قدیر به هم دروغ نگو، این دفتر زیر دوشک تو بود، انگار کسی قایمش کرده. چیز اینو کرم بهم داده بود که قایمش کنم، منم قایمش کردم. پسر اگه به تو داده بود چرا باید همه دنبال دفترش میگشتن ها؟ قدیر به من دروغ نگو، میکشم. چیکار میکنی؟ دیوونه میوونه است؟ اصلا من برداشتم، کنجکاو بودم برداشتم. چیه؟ آفرین پسر، آفرین به تو، آفرین عزیزم. من فکر میکردم پسرم آدم شده. باشه، ورداشتی، یه غلطی کردی ورداشتی، بچه را نبردی بذاری سر جاش، تو چش همه نگاه کردی و دروغ گفتی، خجالت نکشیدی قدیر؟ ماما من وقت نکردم ببرم که، بعدش هم کرم که پیداش نیست. من نخواستم دفتر بچه را دم دست بذارم تا کسی ورداره بخونه. به تو چه؟ بخونن چی میشه مگه؟ لیلی خانم چند بار سوال کرد، آقا محمد چند بار سوال کرد که این دفتر کجاست؟ جایی نمونده بود که دنبالش نگشتن، حتما لازمش داشتن دیگه. باشه، بیا اینجا رو نگاه کن، اینجا رو بخون، ببین نگاه کن. اینا که خوندی اون وقت تصمیم بگیری مامان جون، ببین لیله خانم بخونه چی میشه. نمیخونم عزیزم، این چیز خصوصی بچه است. چرت و پرت نگو مامان، دهن منو وا نکن. کرم چرا زیده آخه؟ یعنی اگه مال من بود نمیخوندی چون خصوصیه؟ اون فرق میکنه، فهمیدی؟ تو پسر منی، بچه منی، اینم میدی به مادرش تا خودش بخونه، به ما ربطی نداره. باشه خیلی خوب، بده ننش، اما اگه لیله خانم اینو بخونه قیامت میشه مامان جون. از ما گفتن. چرا؟ کرم چی نوشته که قیامت بپا کنه؟ بخون، بخون تا بفهمی. ده بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیتونم بخونم، آخه خیلی ریز نوشته. بیا خودت بگیر بخونش. تو برو بشین یه جایی، چون قش میکنی میافتی یه جایت میشکنه. یعنی اینقدر بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میگم ما یه رستوران بزنیم، درسته؟ تو قضا میپذیر، من میشونم پشت میز، قضاهای ما رو هم یاد میگیر. جایی که زندگی میکنه قضاهای ما رو دوست دارم. چی شده؟ چی شده بکری؟ 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 باورم نمیشه چطور این کارو با مادرم کرده. به مامانم میگفت عشقم عزیزم، میگفت خیلی دلتنگتم، واسه اینکه ببینتش التماس میکرد، 2 ساعت پشت تلفن باهاش صحبت میکرد، بعد به مامانم گفت که از شرکت زنگ زدن. دروغگو. منم که پرسیدم دوباره دروغ گفت. دیگه هیچ کدوم از حرفاتو باور نمیکنم بابا، هیچ وقتم نمیبخشمت، تو به مامانم خیانت میکنی. آها، چی کار کنم الان؟ چجوری اینو به مادرم بگم؟ نمیتونم بگم که، خیلی ناراحت میشه. اما اگه نگمم انگار به بابام کمک کردم. من خیلی بدم. آه خدای من، دلم براش میسوزه. به خدا آخه مرد زن و بچه دارو چه به این کارا؟ آره، الان فهمیدی چرا اینو قایم کردم؟ اگه اینو پیدا کنه زنه دیوونه میوونه میشه، دیوونه. آدم به این ماهی مردتی که خدا همشون رو لعنت کنه، همشون سرتا یک کرواسن، اون از بابای تو، اینم. اما من از آقا کمال انتظار نداشتم قدیر، خدا جوابشون رو بده ایشالله. خب، چرا انتظار نداشتی؟ اتفاقا این کاریه که این کمال بعد انجام بده. چی داری میگی؟ حق لیلا خانم نبود قدیر، این حق لیلا خانوم نیست. زن به اون خوبی رو ول کرده میره با زنای هرزه. ای تو بزن، کاش هرزه بود، هرزم نیستنی که چیزه، داره هر خری است. تو چی میدونی؟ ها؟ بگو ببینم تو چی میدونی که من نمیدونم؟ هیچی، به خدا زده به سرم، زنم کاری نکرده، علکی دارم گیر میدم بهش. کدوم زن؟
کدوم زن میتونه باشه مامان؟ نمیدونم قدیر، بگو دیگه کدوم زن. یکم فکر کن ببین چی میتونه باشه. ها؟ آره آره نه نمیشه قدیر. دیگه نمیدونم میشه یا نه مامان جون. مگه میشه؟ عزلم خانم صمیمی‌ترین دوست لیلا خانومه، مگه همچین چیزی میشه؟ نمیشه. الان تو چی میگی مامان؟ ها این دفتر رو چی کار کنیم؟ خیلی ممنونم، روزتون بخیر. خواهش میکنم. روز بخیر. الو آقا متین، تو جلسه بودم نشنیدم، چی شده؟ چی؟ تصادف؟ نه من خبری از تصادف ندارم. کی تصادف کردی؟ چی شده؟ باشه، کجا این شما؟ بگین کجا این، من میام پیشتون. مظفر خانم، سلام. مظفر خانم حالتون خوبه؟ من محمدم، میتونم ازتون چند تا سوال بپرسم راجع به خونه‌ای که تو روستا دارین؟ میتونم چند تا سوال بپرسم؟ مظفر خانم، منو آقای رئیس جمهور فرستاده، ازتون یه خواهشی داره، گفتن که اگه کمکمون کنید خیلی ممنون میشن. چرا خودش نیومد؟ خانم راستش نباید اینو به شما بگم، اما به خاطر مسائل امنیتی خودشون نمیتونن بیان، بیرون موندن، دلیلش اینه، اما خیلی بهتون سلام رسوندن. زنده باشه. خانم ازتون یه خواهشی داره، به این عکس نگاه کنید، اگه این آدم رو میشناسید به همون بگید. مگه شما اینا رو نمیشناسین؟ چرا میشناسیم؟ البته که میشناسیم، اما باید بدونیم که با شما چه نسبتی دارن. چه نسبتی میتونم با اجیت داشته باشم؟ با اجیت؟ مظفر خانم، رئیس جمهورمون خواهش کرده یه بار دیگه به این عکس‌ها نگاه کنید. اوی فاهری خابالو. فاهری خابالو؟ تو آدم عجیبی هستی، کی فاهری خلو نمیشناسه؟ فامیلتونه؟ نه خیلی، چه ربطی داره؟ من با اون مردی که فامیل نیستم. برادرم اگه اون خنگو نمی آورد راهی کسافت خونه ها می شد. بیشرف همه اینا رو می دونست، یه بارم تشکر نکرد. مظفر خانم متوجه منظور من نشدی، من این بچه رو میگم. این بچه رو می شناسید؟ نه نیست، به هم می گفتن عمه، اما من عمه اونا نیستم. زن برادرتون فاهری پسر زنداداشتون بود؟ موقعی دنیا آمدن پیشش نبودم، حتما بچه اونه که پیشش بود. فامیل این بچه چی بود؟ یادتو میاد؟ انگار گوشت نمیشنوه ها. از کجا بدونم فامیلشه؟ از کی حامل شده؟ خب برو از خود زنه بپرس. خدا رو شکر داداشم تو شناسنامش اسم حرومزاده ها رو ثبت نکرد.
زنی کرم اخ نکرد، انقدر بهش التماس کردم، مگه زن واسط پیدا جدی؟ نمیشه که میخوای بری یه زن با سه تا بچه بگیری؟ اون زنی که داداشمو تلس کرد. مظفر خانم ها، اون سه تا بچه که گفتین اسم دو تای دیگه شون چی بود؟ بچه اون زنی کرم میگم. چه زنی کیم بود؟ میدونی میخواست منو بکشه. قطعاً. آره، من جوون و خوشگل بودم، حسودیش میشد. یه روز اومدن روستا، به خدا قسم میخورم تو قزام مرگ موش ریخت، با چشمای خودم دیدم. بعدش روسبی رو به زور تونستن از دستای من نجاتش بدن، همه جاشو لگد مال کردم. اما فاهری بچه خوبیه، اصلا مادرش نیست، بچه خوبیه، محترمه، تو عید و مراسم ها میاد پیشم، اما خب چند وقتی که اونم دیگه نمیاد. ببین عید قربانم گذشته. شش، تو فاهری رو میشناسی؟ مظفر خانم من بیشتر از این نمیخوام خستتون کنم، درخواست رئیس جمهورمون اینه که عجله دارن جواب بگیرن، یکم بیشتر فکر کنید. اسم برادرای فاهر چی بود؟ یعنی همون فاهری که شما میگین، گفتیم برادر داشت، اسمش چی بود؟ فائق. از زندون در اومد اون پدر سگ. فائق. میشه کمکم کنی این ویلچر رو بردارم از اینجا؟ آره خیلی ممنون، بذارینش همینجا. خاله جان. تو دوست محمدی؟ آره. بله خاله جان، خوش اومدید. خیلی ممنون پسرم، بریم بریم تا دیر نشده. زود باش تا ویلچر رو بیار. باش. تو ویلچر رو بیار. ماشین همونجاست. بیمارستان خیلی دوره؟ نه زیاد دور نیست، سری میرسه. ببین پسرم بهم بگو، تو رو خدا محمد حالش خوبه؟ خوبه خاله، خوبه. پسرم خدا ازت راضی باشه، تو هم اسیر ما شدی، خیلی معذرت میخوام. این چه حرفیه خاله جون؟ محمدم جای من بود همین کارو میکرد. آره میدونم. آره. این فائق چند سالشه؟ من چه میدونم چند سالشه، از وقتی رفت زندون ندیدمش. مظفر خانم فامیلشون یادت نمیاد؟ خواهش میکنم بگین، خیلی مهمه. خوب فکر کنید فامیلشون چی بود؟ اون زنی که تو محلمون پخش کرده بود داداشم عقیمه. میدونی چرا؟ واسه اینکه من ازدواج نکنم. همه میگفتن اگه برادر عقیم باشه خواهرم حتما بچه دار نمیشه، وگرنه کی بود که نخواد با هم ازدواج کنه؟ جوون بودم، خوشگل بودم، حسودی میکرد. کافی بود اراده کنم هزار نفر بیان دنبالم، همش حسودی میکرد، حسودی میکرد، زنی که یه بی وجدان. منم فرار کردم، به داداشم گفتم بذار حرومزاده های اون ازت مواظبت کنن. بعد چی شد؟ انقدر اذیتش کردن که آخرش مرد. نسلمون ادامه پیدا نکرد، نسلمون منقرض شد از دست یروسپی، منقرض شد.